ممنونم، متشکرم. خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. خوش آمدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شب خوبی رو در کنار هم بگذرونیم. من ببینم همه رو اول. خوش آمدین. به به، چقدر پر انرژی و زیبا. قربون شما. خب، موضوع برنامه امشب به نظرم اگر بخوایم موضوع براش تعریف کنیم، مثلا راجع به خودمونه، کلا راجع به هممونه، کسب و کارمون، زندگیمون و این چیزا. اخیراً یک آمار غیر رسمی اعلام شده که میگه حدود 63% از مردم ایران شعر میگن. آدم نمیدونه باید به این آمار افتخار کنه یا بابتش نگران باشه. میگم چرا. در گذشته افرادی که شعر میگفتن به عنوان افراد فرهیخته و خلاق مورد تشویق قرار میگرفتن. الان ولی تا یه چیز غیر منطقی میگی همه بر میگردن با لحن خشن بهت میگن شعر رو ور نگو. عجیبه که گاهی حتی حرف منطقی هم که میزنی باز میگن نکو. حدس خود من اینه که حدود 55% از اون 63% رو افرادی که در اموران تشکیل میدن. مثلا همین چند وقت پیش یکی از دوستان یه دو بیتی بکر و نایاب ارائه دادن. اسم نمیبرم، همینقدر بگم ایشون معمولاً بر وزن فاعلاتون صادرات شعر میگن. در پاسخ به گرونی سیب زمینی ایشون فرمودند ما که نمیتونیم بریم دم مغازه ها وایسیم بگیم ارزون بدین. اینو فرمودند. در واقع در اینجا شاعر به زیبایی از صنعت پیچش استفاده و با ظرافتی مثال زدنی مخاطب رو به سمت دیگری راهنمایی میکنن و این هنر بزرگیه. اما یکی از مسئولین مربوطه دم مغازه وای میساد، خیلی خوش میگذشت. فرض کن داری زردالو جدا میکنی، یهو بیاد کیسه رو ازت بگیره بگه مهندس در همه. یا مثلا یکی از مسئولین مسکن می اومد دم خونه 50 متری اجاره ای تو میزد، میگفت ببخشید پیاز دارین؟ یا پشت ترافیک ایستادی، یکی از مسئولین ارشاد سیدی به دست دو تا میزد به شیشه، میگفت یه دقیقه بذار تو ماشین، اگه شاد نبود نخر. دو نفر شاغل، شما آقا، خانم، خب شغل شما چیه قربان؟ آرایشگر هستم. آرایشگر. چند ساله؟ 35 سال. خانم شما؟ عکاس. خبرنگارین؟ نه، آتلیه. آتلیه داری. بسیار. اگه یه مسئولیتی در کشور داشتین چه چیزی رو در اولویت قرار میدادین و درستش میکردین؟ اول کار برای جوونا، دوم این دفترچه سلامت رو میگفتیم که بهتر بشه، سوم
مسکن. مسکن. بله. شما خانم؟ کودکان کار. کودکان کار؟ درآمد خوبه قربان. بد نیست ولی مثل سابق نیست. یعنی مردم کمتر مراجعه میکنن؟ خیلی کمتر شدن. چرا؟ خب به خاطری که درآمد ندارن و خودشون تو خونه دارن کار خودشون رو انجام میدن. من میبینم اکثرا موها چفر چلاقه، بله همینه، یعنی خودشون کوتاه میکنن. میشه؟ کسی میتونه خودش این کار؟ بله، من حقیقتش یه مهندسی بود میامد پیشم اصلاح میکرد، یه دفعه 6 ماه ندیدمش، بعدش 6 ماه تو صف نونوایی دیدمش. خودم مهندس خبری نیست از شما، پیداتون نیست. گفت من دیگه بازنشسته شدم، حقوق بازنشستگی کفاف این کارا رو نمیده. بعد خانومم همینجور یه دستی میکشه به سر ما. یه سالی که گذشت دیدم اومد، گفتم که مهندس چه عجب اینجا تشریف آوردیم. گفت عروسی بچه هاست. خانومم گفت اینجوری خیلی زایست، برو یه اصلاح بکن مرتب شی. اومد پیش ما کنه خرید، بعد یه سال یه اصلاح کرد. ما لبخند میزنیم ولی خیلی دردناکه. خانم شما درآمد چطوره؟ چون عکاسی کار کودک انجام میدم نسبتاً بد نیست، چون هنوز داغن، بچه دار میشن، یه ماه دو ماه یه سال دو سال میان برای عکاسی. یعنی بچه های کوچولوشونو میارن برای عکاسی؟ بعدش دیگه نه. یعنی عکاسی کودک میشه گفت بهتره از عکاسی های دیگه؟ بله. خیلی هم عالی. خانم بهتر بودن دست بالا، آقا بهتر بودن دست بالا. خیلی ممنون. شما از این قوانین جدید طرح ترافیک چیزی سردر میاری؟ شنیدین جدیدن؟ قوانین یه جوریه که اگر جبر و مثلثات پیشرفته رو پاس نکرده باشین مجبوری با اتوبوس بری. آقا ما اگه میخواستیم اینقدر حساب و کتاب کنیم که به جای کتابداری بمبئی میزدیم مهندسی برق تهران مرکز، الان قشنگ میشه از این قوانین طرح ترافیک امتحان گرفت، دیپلم داد. خانه فرشاد در منطقه طرح ترافیک واقع شده. اگر فرشاد در فصل پاییز 35 بار وارد طرح ترافیک شده باشد که 4 بار آن 5 شنبه بوده، مطلوب است 2 نقطه: الف تعداد پیامک های سامانه برای فرشاد، ب استهلاک دوربین روی تیر چراغ برق سر کوچه فرشاد، جیم جنس پارچه پوشاننده پلاک فرشاد. تفلک ها این نرم افزارهای مسیریاب هم دیگه کم آوردن جلو ترافیک ما. پریروز یکیشون انقدر منو از کوچه پس کوچه برد، آخر رسیدم به یه کوچه 3 متری بنبست. بهش کامنت دادم اینجا که بنبسته، جواب داد زنگ خونه روبرویی رو بزن هماهنگ میشه، اینجا پشت بوماش به هم راه داره. گفتم خب من روم نمیشه. گفت پس همونجا باش، بنا میفرستم راهو باز کنن، هزینه‌ش هم با ماست.
ساعت 5 صبح بیدار میشی، میزنی بیرون که به ترافیک نخوری. شب تا 9:30 اداره میمونی که به ترافیک نخوری. میرسی خونه، سری باید یه چیزی بخوری، سرتو بذاری زمین که صبح زود راه بیفتی که به ترافیک نخوری. البته تقصیر خودمونه. بین خطوط رانندگی نمی کنیم، ترافیک میشه. ماشین بیکیفیت میخریم، بنزین بیکیفیت میزنیم، هوا آلوده میشه. ارز و طلا احتکار میکنیم، تورم میره بالا. تنبلی میکنیم، نرخ بیکاری میره بالا. شبا دیر میخوابیم، آمار افسردگی میره بالا. زود میخوابیم، میاد پایین. کلن تقصیر خودمونه، قبول کنید از من. یک بخش جدیدی در برنامه خودمونو هلاک کردیم، ایجاد کردیم. کامنت های شما رو میخونیم. یکی دوتا برنامه قبل هم این اتفاق افتاد و دیدین. به اون در واقع سایتی که اینستاگرامی که این زیر نوشته شده برید و اون سوال ما رو پاسخ بدید. نظرات شما خیلی خیلی برای ما مهمه. هر هفته یک سوال. من 10 تا از کامنت ها رو میخونم و دوباره در ادامه برنامه 10 تا دیگه هم میخونم. اونایی که انتظاراتشون رو گفتن چی شد که منم بگم؟ یکی گفته برام کار پیدا کنید. بعدی بیاید شهر ما دوره همی اجرا کنید. ما زیادیم، نمیتونیم بیایم تهران. بعدی یکم راجع به فوتبال این مملکت هم دل بسوزونید لطفاً. بعدی انتظارم اینه که یه شب ببینم تو برنامه‌تون اعلام کردین بنزین ارزون شد، هر چی تا الان دیدید خواب بوده. توف به شرفت. این توی دو تا برنامه قبل هم بود. این یه نفره شبا قبل از اینکه بخوابه یه توف به شرفت میذاره و میخواب. برنامه تون موسیقی کم داره. بعدی حرف دل مردم رو بزنید، اینقدر دست دست نکنید. آقای مدیری، گیاهخوارا وقتی میرن شمال چی میزنن؟ و آخریش خوبه، الهی تپ کنم شاید پرستارم تو باشی. خب برخلاف عقیده خیلیا، همه دعواها و اعصاب خردی‌ها سر گرونی و تورم نیست. مسائل مهمتری وجود داره. مثال میزنم. چند وقت پیش قرار بود یه برنامه اینترنتی بسازم. با هر کدوم از عوامل و بچه‌های برنامه حرف میزدم، اولین سوالشون این بود که اینترنت جا پارکش چجوریه؟ گفتم والا نمیدونم، احتمالاً بستگی به پهنای باندش داره. ولی اون منظورش چیز دیگه ای بود. معضل عجیبیه موضوع جا پارک. اعتقاد من اینه که اگر مشکل جا پارک حل بشه، به طور اوتوماتیک معضل ترافیک هم حل میشه. چون 80% ماشین هایی که تو ترافیک دارن دنبال جا پارک میگردن، اینا اگه جا پارک پیدا کنن، خب خیابونا خلوت میشه. الان دیگه همه اینقدر حرفه‌ای شدن که جا پارک رو روی هوا میزنن. پری روزا همینجوری با پای پیاده وایساده بودم کنار خیابون اینجوری. یه خانم حدود 70 ساله شیشه رو کشید پایین،
گفت ببخشید آقا اگه شما داری میری من پارک کنم. گفتم خانم من کلا 50 سانت جا گرفتم. گفت عوضش ماشین من هاچبکه. پیدا کردن جا پارک الان دیگه به یه علم تبدیل شده. یکی فلاشر زده بود وایستده بود جلوی خونه ای، میگفت این خونه باباشون بیمار قلبیه، به این آلودگی و اینا هم حساسه، این دیر یا زود حالش بد میشه، میخوان ببرن بیمارستان، این ماشینو میارن بیرون. همیشه این سوال بزرگ برای من مطرح بوده که چرا وقت شروع آلودگی هوا به فکر میفتن که چه کنیم؟ چرا از ابتدای سال که 6 ماه اول سال و هوا تمیزه مثلا وای میسن تا فصل سرما برسه؟ و اخیراً هم شنیدم که دیگه از 3-4 روز دیگه قراره اعلام کنن که مدارس دوباره تعطیله تا مهر سال آینده. کلن نسل بعدی سواد خواندن و نوشتن هم فکر کنم ندارن دیگه، به خاطر اینکه خیلی عجیبه. مهمان داریم، چه مهمانی، آهنگساز، نوازنده درجه 1 و امروز یک چهره مشهور بگیم، آریا عظیمی نژاد. خیلی خوش آمدین. اگر که سلام علیکی هست بفرمایید. بله خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مردم عزیز و بیننده های خوب هستم. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون که آمدین. میدونم آریا جان خیلی گرفتار بود، امروز زحمت داشت و خودش رو به هر حال رسون در آخرین لحظه و متشکرم. بریم سر حرفا و سوالا ها که بتونیم بیشتر با هم گپ بزنیم. سوالای سخت بخواهیم. بذار از اینجا شروع کنم، از خودت و از این که میدونم خانواده خیلی اهل موسیقی بودن، پدر بزرگ، پدر، برادر نوازنده و موزیسین هستن. یه کوتاه از این سابقه این چنینی برام. خب من هر دو پدر، از دو سر، هم مادری هم پدری، هر دو پدر بزرگان موزیسین بودن. بعد به اجبارم ساز یاد، یعنی موسیقی رو بهم یاد دادن. پدر بزرگ یعنی پدری، مادریم خیلی بد اخلاق بود، بچه خیلی بدش میومد، اصلا ما دمپرش پیدامون نمیشد. و یه روز خیلی اتفاقی من مجبور کرد، گفت و بشینی و مثلا نمیدونم چه خبره، و گفت شروع کرد الفبای موسیقی رو یادم دادم و همون شد که مثلا سرنوشت من عوض شد، مثلا تو این راه اومدم. خوشحالی از این اتفاق؟ خیلی خیلی واقعا. اگر موزیسین نبودی چی کار میکردی؟ موزیسین میشد. علاقه بعدی چیه؟ هیچ وقت بهش فکر نکردم واقعا. میخوای الان فکر کنی؟ دوست داشتم خط مینوشتم، خطاط بودم، نستعلیق مینوشتم، اینو خیلی دوست داشتم. و این قضیه ادامه پیدا کرد تا به امروز در شکل حرفه‌ایش آهنگسازی و نوازنده درجه 1 هم هستی. نوازندگی خب بعد از سالها کار کردن و موسیقی، بیشتر موسیقی فیلم ساختن و موسیقی مستقل ساختن، یه ذره کم رنگ شده، بیشتر تو کارهای خودم. ولی برای کسی نوازندگی. و ساز تخصصی ستار. بله. ولی شنیدم اکثر سازها رو میتونی بنوازی. در حد آشنایی، خیلی آشنایی. چیز نیست. ستار یک سازی هم شنیدم که ساز خاصی بود، مال شمال بود، دوتار مازندران مثلا. آره کتولی. نه. کتولی، دوتار کتولی. اون به سبب یه سری تحقیقاتی بوده. آها. که یک مدتی من مثلا سوم راهنمایی که بودم اول دبستان، مدت خیلی اونجا رفت آمد میکردم به یه سبب هایی و با موسیقی اونجا آشنا شدم، موسیقی ترکمن ها و موسیقی کتولی. و خب ولی نوازنده تخصصیش نیست. معروفترین آلبومی که داشتی مین مثل مادر بود تقریبا، میشه گفت من کارام هیچ وقت بیرون ندادم.
این اصلا برگشت به عقب رو خیلی خوشم نمیاد. مثلا یه کاری که انجام تموم شده دوست ندارم برگردم مثلا دوباره مرورش کنم. همم گلایه میکنم میگن چرا این همه فکر کنم بالای 100 خورده کار کردم موسیقی فیلم و سریال و موسیقی مستقل، ولی خیلی کم شده که کارا رو بیرون بدم. همه رو هم خود اثر بوده و ولی موسیقی سریال پایتخت رو خیلی مردم دوست داشتن. کار شما بود؟ بله، 5 سیزنی که گذشت، بله. قسمتی که خیلی گذشته. خیلی خاص بود، خیلی زیبا بود. سعی کردم تو اون دغدغه، همیشه دغدغه تبلیغ و ترویج و احیا و نشون دادن این گنجینه خیلی پر اهمیتمون رو که همیشه احساس میکنم زیر خاک مونده و ما استفاده یا استفاده موزه‌ای ازش میکنیم، موسیقی نواهیمونو، همیشه سعی کردم اونو بتونم توی قالب اجرایی که برای مردم ملموس باشه انجام بدم تا بتونم اینا رو، این ریشه ها رو نگه دارم و حفظشون بدم. آدم شوخی هستی؟ بله. خیلی خوب، من وظیفم بود اولش بپرسم. و چشم. بله، ولی چیزم دارم، یه شمشیرم دارم. آره. خب زمانش که رسید بهم بگو. آره، یه اشاره یه جوری حالیم باش. کن نقطه عطف زندگی داری؟ بله. داشتی یعنی؟ بله. میتونی بگی؟ دوست داری بگی؟ یکی دوتا نبوده، چند تا بوده. اون ماجرای تجربه مرگ رو داشتی؟ بیشتر یه نقص فنی بود. من یه مدت خیلی حال خوبی نداشتم، احساس میکردم سرحال نیستم، فشار کارم خیلی زیاد بود، خیلی کار میکردم، یعنی هنوزم همینطوره، کار زیاد میکنم، کم میخوابم و اینها، احساس میکنم وقت تنگه همیشه. بعد یه روز دیدم نه، خیلی حالم انگار خوب نیست. رفتم بیمارستان، رفتم دکتر گفت یه آزمایش هایی بده، بعد معلوم شد یکی از رگ‌های قلبم بسته است، کورنر راست قلبم. گفتم چیکار کنم؟ گفتم فردا بیا آنژیو کن، بازش کن. بعد رفتم هماهنگ کردم بیمارستان، گفتم نه، فردا شهادت حضرت علی، نه یا پس فردا بیا. گفتم باشه، فرق بر من نداره. و رفتم و اتفاقی که افتاد اینکه در حین عمل آنژیو که من به هوشم بودم و میدیدم همه چی هم خیلی جذاب بود برام اینا، رگ قلبم پاره شد 4.5 سانتی در 9 میل. یعنی خطای پزشکی محسوب بله. میشه؟ بعضی از دکترها گفتن میشد، اصرار نکرد، بعضی گفتن جنسش اینجوری بوده و اینها. و خیلی اتفاق در ظاهر بد و سختی بود برای دوروریا، ولی برای من خودم خیلی اتفاق خوشایندی بود. یعنی جوریه که الان اون دکتر بهتیه که بهترین دوستامه، اون پرسنل اون بیمارستان از بالا تا پایین همشون دوستای نزدیکم، هم دوستای خیلی دوستشون دارم. چرا راجع به این بحث؟ برای اینکه همون یکی از اون نقطه عطف شد. احساس کردم که اصلا من یک جوری انگار یه چیزایی خیلی زیادی بهشون عادت کردم. هیچ وقت یادم نمیره وقتی که از اون کما در اومدم و اینا، رفتم اولین چیزی که بهم گفتن، گفتن دوست داری دوش بگیری؟ گفتم آره. بعد یه آقای گفت من باید بات بیام. گفتم تشریف بیار. اومد و اولین بار که آب خورد به تنم، برگشتم به اون طرف گفتم که میدونی این تو این زندگی ما میتونیم اینو تجربه کنیم، ما هیچ وقت دیگه نمیتونیم اینو تجربه کنیم. و اونجا بود که فهمیدم که ما اصلا هدف ما از زندگی کردن چیه. فهمیدم که ما زندگی میکنیم، این فرصت زندگی بهمون در واقع اهدا شده تا بتونیم قیمت پیدا کنیم، این روحمون قیمت پیدا کنه. و خیلی اتفاق جذاب. آره، این اتفاق نگاه آدم رو به زندگی عوض میکنه و انگار آدم یه جور دیگه لذت میبر از بودنش و نه، یه چیز ترکیب عجیبی میشه. یه ترکیبی از پوچی و مهم بودن. یه وقتی اصلا در این حالی که چقدر بیارزشه در یک لحظه میشه نباشی. آره، یکی از اقوام که نزدیکم و که خیلی دوستشون داشتم، تو همون ایامی که تو بیمارستان بودم، دیدم برادرم هی این پامپا میکنه تو اتاق، میره میاد. گفتم چی شده؟ گفت چی؟ گفتم یه چیزی شده، بگو. اینقدر اصرار کردم آخرش گفت فلانی فوت شد. گفتم ای خدا رو شکر. میدونی؟ آره خنده داره. ذهن آدم شکلش تغییر میکنه. حقیقتش اینجوریه که نمیدونم، شاید برای من اینجوری بوده. به نظرم اینقدر چیز خوشایندیه که اگر آدمو بدونن خودشون به استقبالش میرن. آره، امیدوارم البته برای هیچ کس پیش نیاد.
چرا؟ ولی چرا نه اینکه حالا نمیشه آرزو کرد که رگ قلب همه این دوستان پاره شه. ولی امیدوارم که ان شاء الله همه این نگاه در واقع در همه ما ایجاد بشه بدون اتفاق تلخ. آدم نگاهش به زندگی عوض میشه که در این حالی که بسیار مهمه و لذت بخشه چقدر بی‌ارزشه و شوخیه بسته به یک لحظه است. و دریافت‌های حسیت هم فکر می‌کنم از اون زمان خیلی زیاد شد. من به آریا جان زنگ زدم که بیا با هم در دور همی گپ بزنیم، گفت اتفاقا دیشب خواب همینو دیدم که من در برنامه دور همی هستم و داریم با هم حرف می‌زنیم. آره این یعنی در واقع یه حس ششم قوی تر. حالا خوابه، حالا چیز مهمی نیست. ولی همیشه اینجوری شوخی میکنی؟ نه؟ همیشه اینجوری شوخی میکنی؟ یعنی اینا شوخیه گفت. نه. هنوز مونده سر گنده زیر لحافه. خب. و اینها. ازدواج کردی؟ بله. بگو. خودت خواستی؟ من میخواستم کاری نت اذیتت نکن. جان. 11 ساله ازدواج کردم. یه پسر دارم 6 سالشه. اسمش علاس. و الان که توی این نقطه نشستم احساس بکنم تنها سرمایه های زندگی من هر جفتشون. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ چیزی نشد. برای اینکه وقتی میبینی که یک نفر پا به پای تو با همه سختی ها بودن ها و نبودن دیگه، خودتون دستتون تو کاره میدونی دیگه. آره بله. توضیح بدم بزن دیگه، دستت تو کاره دیگه، توضیح بدم بزن. نه چی شد؟ آها، همون سوال معروفه. اول یکی من گفتش که آقای مدیر یه چیز داره، یه سوال معروف داره. بله همینه. آره. عاشق شدن و اینها. من پدر خانومم قبل از اینکه ازدواج کنم، قبل از اینکه اصلا دخترشون رو ببینم، دوستم بودن. یعنی رئیس شعبه بانکی بودن که من توش حساب داشتم. و همیشه میرفتم با ایشون گپ می‌زدم، معاشرت می‌کردم و یه جوری هم بود که هیچ وقت نمی‌رفتم اندازه کاری که داشتم. مثلا وقت خالی میکنم، یک ساعت وقت میذاشتم بیشتر گپ میزدیم. آره میشستیم و با هم گپ میزدیم تا اینکه ایشون بعد از چند سالی که رفت و آمد داشتیم یه روز من دعوت کرد عروسی پسرش و من رفتم. فهمیدم با خیلی تردید. آره. رفتم و چیز شد. فهمیدم چی شد. آره. خیلی هم عالی. همسر همحرفه شما؟ نه خیر، ایشون ورزشکارن. سالها تیم ملی بسکتبال ایران بازی کردم، تیمای باشگاهی بازی کردم، خیلی ورزش، یعنی یه جوریه که منم از ورزش فراری هم، کاملا یه ترکیب جذابی هست. خیلی هم عالی. در این مورد خاص همین که 11 ساله. خب چند تا سوال میپرسم فقط بله یا خیر. خیر پاسخ بدین. فقط بله یا خیر هان میشه؟ آره چونه. این چند تاست؟ سوالا پفشتا سه تاش بله، چهار تاش خیلی. نه خیلی سوالای مهمیه و سخته. بله یا خیری سخته، ولی فقط بله یا خیر. آدم مشهوری هستی؟ دیدی؟ اصلا ساده نیست. بستگی داره شهرت به چی پیدا کنیم. نه بله خیر. خیر. آدم محبوبی هستی؟ بله. بله. تا حالا از شهرت کسی هرس خوردی؟ خیر. تا حالا در داوری کسی رو به ناحق؟ مگه اینکه اشتباه کرده باشم؟ خیر. نه به عمد خیر. شده قطعه رو بشنوی خوشت بیاد و یه تغییر کوچیک توش بدی و مال خودت کنیش؟ محاله. خیر. تا حالا تقلب کردی؟ بله. خسیسی؟ خیر.
دوست داشتی به جای ایران در وین مهد موسیقی به دنیا می اومدی؟ ابدا. اصلا. دوست داشتی به جای آریا عظیمی نژاد از ابتدا اساسا مثلا چایکوفسکی بودی؟ نه. نه. خیلی خوب. اوضاع موسیقیمون چطوره؟ از اعتقاد شخصی اینه که از بقیه هنرها اوضاعمون خیلی بهتره. بهتره. خیلی. از سینما که به مراتب. چون خیلی ها معتقدن که خب یه بلبشویه به هر حال این همه بلبشویی که همه جا هست. این همه بلبشویی همه جا هست. یعنی یه ادواز فرهنگی نظم درستی نداریم. سیاست نداریم. برنامه نداریم. اونا به کنار. ولی نمیدونم شاید محدودیت هایی که برای موسیقی وجود داره که هر کسی سعی کرده فرادا یه کاری رو به سرانجام برسونه، یه ذره مستقل بودن ترش نسبت به هنرهای دیگه و شاید نمیدونم بچه ها رو خیلی بهتر میبینم، جوونا و اتفاقات. چرا از سینما بهتره؟ سینما که بزرش چیزه واقعا. من یعنی واقعا روزی که من همیشه دوست داشتم موسیقی فیلم بسازم از اول، قبل از اینکه معروف بشم و کار کنم، اون موقع من به عشق سینمای دیگه ای هستم. اون جنس سینما منو کشوند و الان من هر فیلمی که میبینم یه وقتایی خاموش میکنم مانیتورم. چون نسل جدید یه سری اومدن و دارن خیلی کارهای عجیب غریبی میکنن. خیلی چیزه. اون در واقع با یک گل دو گل اتفاق نمیافته. کلیت ماجرا. آره. اون موقع همه دوست داشتن و دغدغه داشتن. الان گیشه و اتفاقاتش اولین چیزه و همه ترس از این دارن که فکر کنید شما اولین فیلم رو میخواید بسازید. درست. اولین نگرانی در پس همه اینه که نکنه نفروشه و بعد به کسی رو من حساب نکنه. درست. خب اینا همه ضرر میزنه دیگه به. ولی موسیقی خوب و درجه یک به نظرم که خیلی پیشرفتش عالی بوده کم نمیشنوم این روزا. خیلی این روزا مردم خشمگینن. این سوال رو معمولا از مهمانان میکنم چون به هر حال از خانواده هنر هستن. خیلی مردم خشمگینن ولی یه بخشی خیلی زیادی نسبت به سلبریتی ها بسیار خشمگینن و این رو ابراز میکنن. دیگه سلبریتی هستی؟ چرا؟ چرا الان دیگه هستی؟ نه با. حالا بگو که چرا این از کجا میاد؟ چرا انقدر خشمگینن نسبت به؟ حقیقتش اینه که من که خب اصلا هیچ وقت حرف زیاد نمیزنم. اصلا حرف نمیزنم. مثلا کسی نظریات شخصی منو کمتر میشنوه. بعضی دوستانم اصلا که خب خیلی زیاد حرف میزنم. طبیعیه که این حرف زدن ها و بعد میبینی عمل کرده با حرف زدن یک جور نیست. یه وقتهایی خیلی زیادی تو ذوق میزنه شاید و یه ذرم دخالت بیش از اندازه تو همه چی، انگار که همه چی رو باید یه نظری بدیم. اصلا که اصلا اینجوری نیست. درست. ما ببینیم اصلا این تو ساختار سلبریتی ها چون در نوک پیکانن و دیده میشن اینجوری میشه. شما تو تاکسی بشینین، راننده تاکسی شروع میکنه راجع به همه چی آنالیز میکنه. مسافرها، خود ما، خود منم راجع به اون پا به پاش میرم، راجع به بنزین گرونی، همه چی، سیاست. یعنی اینکه راجع به همه چی خودمون محق میدونیم که با اینکه من اصلا سیاست سرم نمیشه. درست. ولی راجع بهش حرف میزنم. ریشه فرهنگی داره بیشتر. یک چیزی گفتی که به سکوت پیرامونت بیشتر گوش میدی. اشتباه کردم. نه چی گفتم؟ نه اینکه به سکوت پیرامونت بیشتر گوش میدی تا یعنی سکوت از صوت مهمتره. بله. و این خیلی خیلی حرف به نظر من خیلی حرف عمیقیه و این کاش همه ما این رو میدونستیم و یاد میگرفتیم. ولی راجبش برامون یکم بگو کوتاه. سکوت برای من حقیقتش از دو وجه اتفاق میفته. یه سکوت درونیه، یه بخشش هم به خاطر مقطعی از زندگیم سکوت بیرونی اتفاق افتاده. من یه مشکل شنوایی داشتم که سالها 10 سالی باش درگیر بودم و بهترین کارام هم اون موقع تو اوج نشنیدن انجام دادم. یعنی مثلا می مثل مادر رو اون موقع ساختم، من روی دوست اون موقع ساختم برای محمد اصفهانی، شکایت و ارجاع همینجور خیلی کارا. اون مقطع خیلی به من کمک کرد و فهمیدم که تمام ارزش صدا وقتیه که سکوت وجود داشته باشه.
یعنی صدای تو هم ببینید شما مثلا قطعات موسیقی رو گوش بکنید همین جور صدا بعد تموم میشه و بعد شما میگین خب پچی خیلی زیادن. بله. ولی به محض اینکه موسیقی تعملی توش میاد این سکوت توش حاکم میشه اصلا شما رو وا میداره به اینکه تعمق بیشتر کنید و بهش توجه بیشتر بکنید. درست. خب پس اون چیزی که ارزش پیدا میکنه فواصل بین نوت هاست. متوجه. و اینم تو زندگی شخصی من هست. مثلا من میرم تو جاده ساعت ها رانندگی میکنم یا میرم اصلا هیچ موسیقی گوش نمیدم. من کمتر موسیقی گوش میدم. در سکوتم میرم میام. همه اتفاقات زندگی در سکوت اتفاق میفته. و خیلی خیلی میگم خیلی این موضوع مهمیه ولی خب هم وقت گیره راجبش حرف زدن میشه واقعا ساعت ها راجب این موضوع حرف زد. خسته شدین؟ خیلی. بله. راجب اوزامون میخوای چی بگی؟ اوزای جامعهمون عالی درجه سه. عالی درجه سه. درجه سه. منم همینو هی میگم عالی. و چیکار کنیم؟ هیچ کاری نکنیم. صبر کنیم. صبر. چش. دیگه با ستاره های پاپ کار نمیکنی؟ ستاره های پاپ یه ذره چیزه. من آخر حقیقتش موسیقی مستقل رو باید به یه نتیجه شخصی خودم برسم بعد از یکی دعوت کنم. اینجوری که برم سفارش مثلا بگم آقا بخوام برای تو یک چیزی بسازم، نه، بیش از اندازه تو فضای سفارشم، تو فضای میفهم. موسیقی فیلم و اینا. یعنی دوست دارم این بخش رو دیگه خارج از درست. سفارش انجام. این که خب در مقام داور می نشستی و آدم ها و استعداد ها رو می دیدی می بینی، چقدر سخت حرف زدم. آره. می دیدی یا بعد از این می بینی جونم بالا اومد تا جملمو کامل کنم. خودت به جز موسیقی فکر میکنی استعداد چه چیز دیگه ای رو داری؟ بازیگری؟ نه. اصلا بازیگری تخصص میخواد. این که حالا هر کسی که نه نداری؟ که نه مطمئن نیستم ولی یه تست کوچولو بگیرم الان بریم؟ نه اصلا همونجور نشسته دیالوگم نمیخواد بگیر. چیکار کنم بعد؟ این گوی هست روی میز مثلا الان به ذهنم رسید خیلی از دیدن شگفت زده و نای نیستم من. بیا آخه میدونی که من هیچ چیزی نه زیاد خوشحالم میکنه نه چیزی زیاد ناراحتم. نه میخوام مرزهای باری که بازیگری نه بگم. من بازیگر نمیشم. نه الان که خب یعنی خدا نکنه گفتی فلان. حالا به نظرت میاد که چقدر گرونه نه اینکه چقدر زیباست. نمیدونی چی من توضیح بدم چه؟ بازیگری جنون خاص میخواد همون جوری که موسیقی جنون خاص خوش میخواد. من جنون خاص بازیگری رو ندارم. من یعنی چی بگو جنونه بازیگری؟ یعنی یه دیوونگی میخواد که خیلی متشکرم. مثل دیوونگی موسیقی. مثل دیوونگی همه هنرها. میفهم. اون دیوونگی رو من نه اون جنس دیوونگی رو ندارم. می‌خواستم بگم که مثلا 20 تا بازی یه شکل میشه کرد. اینکه این چقدر زیباست یه واکنشی که انجام دادی داره. اینکه چقدر گرونه خیلی شبیه همین واکنش باز. بله. اینکه این چرا اینجاست؟ اصلا چرا؟ باز یه واکنش اینا 10 تا عین همه. ولی خب چجوری بازی کنیم که بله. من به هر حال با چیزی که ازت دیدم معتقدم که به شدت به موسیقی ادامه بده. آره من بازیگری چیز داره رد شیم بلش. آره دیگه آره یه دیوونگی میخواد که ماهاییم دیگه شماها که چیز من میفهمم حرفو شوخی میکنم. بله. چیزی هست که بخوای بگی اینجا و تو حرفا حرف نزده باشیم راجبش و به نظرت بیاد که مطلب مهمی از این تریبون گفته بشه به مردم به هر کسی که دوست داری؟ من خیلی اهل چیز نیستم گفتن حرفای قلم به سلم به نیستم. ولی
چیزی که مهمه الان این چیزی که در جامعه احساس میکنم ما کم داریم، یه ذره مهر و محبت و دوستی با در کنار سختیایی که داریم تحمل میکنیم، یه ذره باید اینو حفظ بکنیم. اگر اینو حفظ نکنیم این سختی ها هممون رو نابود میکنه بدون درست. شک درست. یعنی این رحم و شفقت و عشق از خیلی چیزا مهمتره. وقتی اینها باشه، دیدید مثلا خانواده‌ای که شاید نون شبشون کم باشه ولی عشقی که بینشون هست، من همیشه به خانمم میگم درسته که فقیریم ولی خوشبختیم. این مهمه. حالا ممکنه آدم یک روزی داشته باشه، یک روزی نداشته باشه، یک روزی بله. روزای سخت باشه. اگر عشق باشه، عشق از توی خانواده شروع میشه و یواش یواش به کل جامعه تعمیم داده میشه. اگر این عشق رو بتونیم بین همدیگه داشته باشیم، من خودم هم بعضی وقتا رعایت نمی‌کنم، ولی سعیم اینه که دوست دارم که اینجوری باشه. بسیار عالی. یه پرانتز این وسط باز کنم، اب نداره. به شرطی که ببندیش. آره تموم میشه، آخر حرفمونه. نه پرانتز رو ببندیش. آره صحبت بازیگری شد، خانم شهلا ریاهی رو از دست دادی. بله متاسفانه. و شاید بالغ بر 60 سال 70 سال ایشون در این حرفه بودن و خب یک نکته مهمی که در کارنامه کارشون اینه که نخستین کارگردان زن تاریخ ایران بودن. قبل از اینکه شاید در هالیوود کسی بله کارگردان زن داشته باشه. خیلی سال پیشه و تو اون سالها که خب اصلا سینما این شکلی نبود و خیلی همه چیز سخت بود. دوست داشتم این رو بگم، روحشون شاد باشه. چند تا واژه میگم و یا اسم میگم به همون اندازه پاسخ بده، یعنی مثل یک واژه یا یک اسم تو یک کلمه. لوریس چکناوریان، نمیشناسمش، یعنی شناخت نسبت بهشون ندارم. کمانچه، خیلی دوستش دارم. دوستش دارم. سهراب پورناظری، موزیسین. دارم کوتاه میگم یا بلندتر بگم؟ نه کوتاه، ولی خوبه. انگار که یه جوری موجز که انگار همه چیز رو گفته باشی. با این بکنم دارم درست. باخ، بکنم این صدای عالم رو میشنید. و بعدی موسیقی رپ، دوست دارم. دوست دارم. استراماچونی کیه؟ کیه؟ کی بود؟ کی بود؟ این چه کاره است؟ برای استقلال به عنوان مربی آوردنش. شرحه شد و رفت. خدا رحمتش. من عاشق فوتبالم. عاشق فوتبالی؟ عاشق فوتبالم. 90 دقیقه فوتبال نگاه میکنم، به اجازه زول میزنم، پلکم کمتر میزنم، چون که میتونم فکر کنم و کسی ازم نمیپرسه داری به چی فکر میکنی. آها، یعنی این بهانه است برای تمرکز بیشتر. این خوبه از فوتبال آدم داشته باشه. ولی فضای مجازی کم میرم سراغش، یعنی اصلا نگرم نگاه کنید. خیلی به زور هی میگم آقا چرا هیچ کار نمی کنید، منم یه چیزی یه عکسی از هوا و زمین میگیرم یه جمله می نویسم و خیلی خوب بعضی وقتهایی کارایی میکنم. و صحبت اسم آقای استاد چکناوریان و آقای پورناظری اومد، خواهش میکنم که در برنامه ما افتخار بدن و تشریف بیارن. حرفام تموم شد، چیزی نمیخوای اضافه کنی؟ عزتون رفع زحمت خواهش می‌کنم. و اون سوال همیشگی دور همی و آخرین سوال، احساس خوشبختی داری؟ حقیقتش از یک وجهی بله، از یک وجهی نه. خوشبختم به خاطر اینکه خب این جایگاه خداوند به من داده، زندگیم یک سرسامونی داره، دستم جلوی کسی دراز نیست، محتاج کسی نیستم، خدا رو شکر میکنم، احساس خوشبختی میکنم. ولی از جهت اینکه احساس میکنم فرصت کمه
برای اینکه بتونم خودم رو به انسان بهتری تبدیل کنم. نه، این از این بخش احساس نارضایتی نسبت به خودم دارم. بسیار. یعنی دوست دارم که به خودم بیشتر سخت بگیرم. بسیار. خیلی ممنونم که امشب در کنار ما بودی. آریای عزیز، خیلی خیلی مهربان، دوست داشتنی، محجوب، موزیسین فوق‌العاده، آهنگساز فوق‌العاده، عمیق و خاص. امیدوارم که همیشه سلامت باشین در کنار خانواده و همیشه همینطور بدرخشین و بهترین ها رو آرزو میکنم. منم برای شما. مرسی. سر مطلبمون، از تبعات محدودیت ها و مناسبات شهرنشینی اینه که دیگه وقتی برای تعارف های بیهوده نداریم. از صبح تا شب باید بدویم. قدیما که وقتمون بیشتر بود سر همه چی با هم تعارف میکردیم. در آسانسور که داشت بسته میشد، وقتی میدیدی یکی داره میدوه که سوار بشه، آسانسور رو براش نگه میداشتیم. همین حالت چند روز پیش برای خود من پیش اومد. شروع کردم به دویدن که در بسته نشه. از اون طرف اونی که تو آسانسور بود اون دکمه رو میزد که بسته شه با یه سرعت عجیب. در آخرین لحظه داشت در بسته میشد، خودم رو پرت کردم، دستم رو گذاشتم لای در. حالا از اون طرف اون دستم رو با لگد میزد که بکشم کنار که در بسته بشه. من مچ پای او رو گاز میگرفتم که ول کنه بتونم برم تو. کلن الان دیگه هیچکی با هیچکی تعارف نداره. رفتم رستوران، گفتم یه پرس برگ لطفاً. گفت که 80. قاشق چنگال هم میخواین؟ گفتم که بله، خب دستم کثیفه. گفت 88. گفتم فقط ببخشید خیلی سردرگه میشه، شوفاژای اینجا رو روشن کنید. گفت 96. قضام تموم شد. دو دقیقه نشسته بودم نه؟ اومد گفت ببخشید همینجا هضم میکنید؟ گفتم چطور؟ گفت اگه همینجا هضم میکنید 110 تومن بابت حق الهضم. یا مثلا قاتل ها دیدین جدیدن چقدر بی‌تعارف شدن. قدیما شرمندگی داشتن، عذاب وجدان تو رفتارشون دیده میشد. الان قاتله رو بردن که صحنه قتل رو بازسازی کنه. خیلی ریلکس میگه که اول اینجا دو تا با چوب زدم تو سرش اما نمرد. دیدم داره صدای مخلوط کن میده، نشستم روش. 30 ثانیه بعد فیوزش پرید. یعنی قاتل در حین بازسازی صحنه جرم چنان تئاتری بازی میکنه که وقتی کارش تموم میشه تمام مأمورین ایستادن براش دست میزنن و گل رز پرتاب میکنن به سمتش. بخش دوم نظرات اون شب دوباره کامنت رو گذاشته خوابیده. مهمانهای خانم بیشتر دعوت کنید. بعدی، لطفاً از این تریبونی که دارید برای گفتن مشکلات مردم بیشتر استفاده کنید. بعدی، لطفاً متفاوت باشید نه تکراری.
آقای مدیری دوباره کی سریال میسازی؟ بعدی بخش های متنوع تری به برنامه‌تون اضافه کنید. هوا که داره یه سری رو خفه میکنه، یه سری هم تو مشکلات دارن غرق میشن. شما اصلا برای کی برنامه میسازی؟ لطفاً محسن چاوشی رو دعوت کنید. خاک تو سر بی غیرتت. بعدی من از برنامه شما انتظاری ندارم، اما از مسئولین چرا؟ اسم محسن چاوشی عزیز اومد، دعوتش میکنیم که مهمانه دوره همی باشه. اخذ ویزای کانادا در سریع ترین زمان ممکن. این واقعا بین کامنت ها بود، تلفن و اینا هم داده. خب تا یادم نرفته یه خواهش دیگه ای که در مورد ترافیک دارم مطرح کنم. ما اصلا انتظار نداریم مسیرهای جدیدی برای حل معضل ترافیک ایجاد بشه، اما اجازه بدین از مسیرهایی که قبلا ساخته شدن استفاده کنیم. نصفش که شده خط ویژه مخصوص اتوبوس، از اون نصف باقی مونده هم که باز نصفشون دوبله و سوبله پارک میکنن. 20 سانت فضا میمونه که همه ماشینا بعد از اون 20 سانت رد شن. اونم میان نصفشو این مخروطی ها میچینن ایسی میذارن تو همون خیابونه. تو همین خیابون شریعتی خودمون ایست گذاشتن، از سر اولین مخروطی ترافیک شروع شده تا محمود آباد بهت میگن بزن بغل. بزن بغل، میزنی بغل صندوق رو میده بالا، میگین چیه؟ آقا این شیشه شور ماشینه. چرا با الکل میده؟ خب چون شیشه شور اگه الکل توش نباشه که تمیز نمیکنه. میگه برگرد دست و بذار رو ماشین. شروع میکنه به گشتنت. این چیه؟ این چیه؟ سویچه. میره پایین تر. این چیه؟ این زانومه. به یکی گفت اون کیه تو ماشین نشسته؟ گفت خب راننده آژانسه. گفت آژانس گرفتی برای چی؟ برم خونمون. گفت با این سن کمت خونه هم داری؟ بلا فاصله بی سیم زد. الو مرکز؟ یه مورد مشکوک برخوردیم. بله هم خونه داره هم زانو. اخیراً یه دوگانه ای شکل گرفته بین افرادی که معتقدن بیکاری داره جوانها رو اذیت میکنه و افرادی که میگن کار هست، اما جوانها چون پرتوقع شدن تن به هر کاری نمیدن. من اینجا میخوام خصوصا از اهالی غرب کشور خواهش کنم یکم تن به کار بدید. حیفه که چراغ این همه کارخونه و زمین‌های مکانیزه کشاورزی که فت و فراوون و فعالن و اینا خاموش بمونه. برای کوهنوردی همیشه وقت هست. درسته که ورزش برای سلامتی لازمه،
اما دیگه نه در این حد که هر روز یه چیزهایی بذارین روی کولتون، 7 ساعت کوهو برین بالا و برگردین. همین جوانایی که تن به کار نمیدن و حتی میان سالها و پا به سن گذاشته هاشون ثابت کردن که کوه نوردی اصلا ورزش گرونی نیست. با کفش و پوتین کهنه هم میشه 7 ساعت در خطرناکترین گردنه ها کولبری کرد. مسئله اینه که زندگی کردن مثل آدم های با غیرت سخت شده. آدم هایی که نمیخوان واسه یه لقمه نون دروغ بگن یا دست جلوی کسی دراز کنن یا دست توی جیب کسی بکنن. خیلی ممنون که امشب اینقدر خوب و گرم در کنار ما بودین و بهترین آرزوها رو براتون دارم. به امید دیدار، شب بخیر، خداحافظ.